سرخط خبرها روحانی شیعه در مزار شریف طالبان عالمان شیعه را روز جمعه مجبور به ادای نماز عید کردند. سرنوشت مبهم پناهجویان افغان در امریکا شمار از پناهجویان علیه دولت فدرال شکایت کردند. رویداد ناگوار و هولناک در قلب کابل که عید مردم را تلخ کرد. جایگزینی افغانستان با اوکراین. مشروع خبرها شمار از روحانیون و سیاستمداران شیعه به برخورد طالبان با شمار از شیعیان برای ادای نماز اجباری عید فطر در روز جمعه واکنش نشان دادند. سید حیدر هاشمی امام مسجد سلطانیه روز شنبه دوم صفر در مزار شریف گفت که طالبان روز جمعه شمار از علما را مجبور کردند که نماز عید بخوانند. آقای هاشمی به نمازگزاران در مسجد سلطانیه گفت ما مستند داریم که دوستان ما در بعض جاها علما را وادار کردند به نماز عید خواندن، از عزیزانی که نماز نخواندند سوال و تحقیر کردند و بیشتر از اینها صورت گرفت. او افزود یکی از علمای ما جناب آقای سید قاسم زاهدی که اینجا تشریف دارن را دیروز نزدیک غروب برادران امارت اسلامی بردن و برای اینکه چرا نماز عید نخواندی. او با لحن تند تاکید کرد این مسائل مسائل اعتقادی ماست، لازم نیست به این وضعیت دنبال نشود، به صلاح جامعه اسلامی نیست، ما به همه دستورات اسلامی احترام قائلیم ولی ما شیعیم و اختلافات جزئی است. آقای هاشمی همچنین گفت که شیعیان روز شنبه در مزار شریف کابل و هرات نماز عید برگزار کردند. این روحانی شیعه در مزار شریف افزود که پیش از اعلام عید فطر جمعی از اعضای گروه طالبان و یکی از روحانیون شیعه در این شهر برای رؤیت هلال عید موظف شدند، اما به گفته او هلال عید رؤیت نشد. دادگاه عالی طالبان شام پنج شنبه اعلام کردند که روز جمعه اول سحر عید فطر است، اما بیشتر شیعیان در روز جمعه عید نکردند. سرنوشت مبهم پناهجویان افغان در امریکا شمار از پناهجویان علیه دولت فدرال شکایت کردند. با نزدیک شدن زمان انقضای وضعیت موقت هزاران پناهجوی افغان در امریکا شمار از آنها علیه دولت فدرال امریکا طرح شکایت درج کردند. وضعیت مهاجرتی بسیار از این پناهجویان که بر اساس ویزای بشردوستانه در امریکا مجوز اقامت دو ساله دارند تا اواخر سال جاری میلادی به پایان میرسد. همزمان و پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال 1400 بیش از 75,000 نفر از افغانستان به امریکا منتقل شدند که بیشتر آنها ویزای بشردوستانه دارند. با گزارش شیکاگو سن تایمز 4 نفر از این پناهجویان در شیکاگو و 7 دیگر در کالیفرنیا علیه دولت فدرال امریکا به دادگاه شکایت کردند. کسانی که شکایت درج کردند دارای ویزای بشردوستانه 2 ساله هستند. آنها خواستار سرعت بخشیدن و درخواست پناهندگی خود هستند تا سرنوشت آنها پیش از انقضای تاریخ اعتبار ویزای آنها مشخص شود. طالبان دشمن دیرینه مردم شمالی. مسئولان حوزه یازده طالبان دیروز یک پدر و پسر را باشنده اصلی ولایت پروان در گولایی سیاول خیرخانه کابل در پیش چشم کودکانش به ضرب گلوله کشتند. طالبان خانواده قربانی را هشدار داده که از رسانه‌ای شدن این کشتار جلوگیری نماید، اما مردم محل از دیدن این قضیه وحشت زده شدند. یک پسر این خانواده که با همسایه خود دوان بوده در قید طالبان است. جنازه قربانیان امروز دور چشم رسانه ها بدون حضور مردم دفن شدند. جایگزینی افغانستان با اوکراین. محاسبات پوتین در نبرد اروپای شرقی. امریکا 80 سال است عقب اوکراین قرار دارد. مقایسه متفاوت از زلنسکی و اشرف‌غنی نادرست است. هر دو دور یک سکن، هر دو از یک مرجع هدایت می‌گیرند. نظر وجود دارد که جنگ اوکراین در واقع فرمان عقبگرد پوتین به تاریخ است. گزارش بود از رزاق مامون، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. پیام عیدی غنی، حرف حق از حنجره باطل. سهم غنی در رقم خوردن این وضعیت چیست؟ آیا او نبود که با فساد و فاشیزم و دستبرد به انتخابات و تعلیق بسیار از مفاد قانون اساسی و حیف و میل گسترده کمک های خارجی کشور را به سمت بحران، فقر و فاجعه ران و در نهایت کشور را به طالبان سپرد تا پازل خیانت را تکمیل کرده باشد؟
اشرف غنی رئیس جمهور پیشین که دولت را به طالبان تسلیم کرد و از کشور گریخت، در پیام عید فطر به نحو بی‌سابقه‌ای بر طالبان تاخته و گفته است رهبران طالبان و ثروتمندترین افراد در تاریخ حرکت‌های یاغی مبدل شدند. او گفت در حالی که فقر عمومی در کشور بیداد می‌کند، ثروت رهبران طالبان بر علاوه ربودن غیرقانونی عواید ملی از قاچاق اسلحه و مواد مخدر فراهم می‌شود. این در حالی است که اشرف غنی خود متهم است که در همدستی با شمار دیگر از نزدیکانش صدها میلیون دلار از دارایی‌های دولتی را در قالب پول نقد و اطلاع از مسیرهای ازبکستان و تاجیکستان به کشورهای غرب و عربی منتقل کرده و قدرت را نیز در قبال دریافت 110 میلیون دلار از دولت قطر به طالبان تسلیم کرده است. با این حال نمیتوان ادعای او درباره ثروتمند شدن رهبران طالبان را رد کرد، زیرا این چیزی است که گزارش‌های دیگر نیز آن را تایید می‌کند. پیشتر نیز گزارش شده بود که رهبران طالبان مستقر در دوحه با مشارکت در پروژه‌های مربوط به فراهمسازی زیرساخت‌های برگزاری جام جهانی فوتبال با ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند. افزون بر این، قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز از اتهامات همیشگی علیه سران طالبان بوده است. در این اواخر یک فرمانده جبهه آزادی که علیه طالبان می‌جنگد نیز ادعا کرد که آنها تسلیحات مورد نیازشان را از طالبان می‌خرند و علیه طالبان استفاده می‌کنند. افزون بر این، گفته می‌شود که علی‌رغم صدور فرمان تبلیغاتی رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کاشت و تولید و قاچاق مواد مخدر، این تجارت سودآور و مرگبار از زمان سلطه مجدد طالبان رشد چشمگیر پیدا کرده و این نشان می‌دهد که طالبان همچنان به درآمدهای سودآور ناشی از آن متکی‌اند و از آن منتفع می‌شوند. در کنار همه اینها، اخیراً اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان هم در گزارش اعلام کرد که طالبان به پولهای کمکی آمریکا دستبرد می‌زنند و به این ترتیب این پولها که به نام کمک به مردم افغانستان صورت می‌گیرد، مستقیماً به طالبان می‌رسد و به تعبیر جان سپکو، جنگجویان طالبان گرسنه نیستند بلکه خوشحال و سرحالند، اما کودکان افغان گرسنه و فقیر هستند. با این همه در گزارش تازه سیگار به یک موضوع دیگر نیز اشاره شده و آن انتقال ده ها میلیون دلار در قالب پول نقد و طلا توسط مقام های دولت پیشین افغانستان از کشور، از چیزی که می تواند بار دیگر انگشت اتهام را به سمت رئیس جمهور فراری و تیم فاسد او نشانه برود و نام غنی را نیز در کنار طالبان به عنوان رهبران فاسد و زراندوز افغانستان قرار دهد. اشرف غنی در این پیام طالبان را گروه نامید که به نام دین مقدس اسلام افغانان را به گروگان گرفتند. این یک واقعیت انکارناپذیر است و هر فقی است که از حنجره باطل بیرون می آید، زیرا غنی هیچ اعتقاد به اسلام ندارد و از آن برای فریب مردم استفاده می کرد. او همان کسی است که طالبان را به مردم افغانستان تحمیل کرد. او هرگز اجازه نداد تا یک گفتگوی معنادار صلح یا یک مقاومت ملی واقعی در برابر طالبان شکل بگیرد تا زمینه برای تشکیل یک حکومت ملی و فراگیر فراهم شود. غنی گفت وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت می رود و تنها کمک های بشردوستانه جلو یک بحران تمام عیار گرفته است. با آن هم تاکید کرد اما تاریخ شاهد است که هیچ ملت بگدایی بقا نیافته است. آقای غنی طالبان را عاجز از مدیریت اقتصادی کشور خوان و متهم کرد که با اقدامات نظیر منع کار زنان در موسسات نخواهند کشور به انزوای مطلق برود و مردم زندگی در کشور را ناممکن بیایند، یعنی بیابند. تمام ادعای مطرح شده در بالا نیز کاملا درست است، اما چیزی که باید بر آن افزود این است که سهم غنی در رقم خوردن این وضعیت چیست؟